پیشرانه KMC T8 2000 cc توربو شارژر هست که میتونه 174 اسب بخار قدرت و 290 نیوتن متر گشتاور تولید بکنه. اما این نکته جالب داره، اونم این که GDI نیست و همین GDI نبودنش باعث میشه که قدرت و گشتاوری که تولید میکنه تقریبا اندازه موتورهای 1.5 لیتری توربو شارژی باشه که جک در رو محصولاتش استفاده میکنه. با اینکه KMC T8 یک خودروی تجاریه، لیست نسبتا کاملی از امکانات رو داره، چراغ جلوی زنون، چراغ عقب LED، مانیتور، کیلس، دوربین دنده عقب و انواع اقسام آپشنایی که این روزا روی خودروها میذارن و ظرفیت باربری این خودرو هم 840 کیلوگرمه. KMC T8 یک پیکاپ از شرکت کرمان موتور که این روزا تو خیابونا مگه چش بگردونی احتمالاً میبینیش و ظاهرا که مورد اقبال جامعه هم قرار گرفته. یه موتور 2000 سی سی توربو شارژر داره که میتونه 174 اسب بخار قدرت و 290 نیوتن متر گشتاور تولید بکنه. یه نکته عجیب در موردش اینه که با اینکه موتورش 2000 سی سی میتونه اندازه موتورهای 1600 سی سی همین شرکت جک قدرت تولید بکنه، نیرو تولید بکنه و این نکته به نظر من عجیبه. این موتور 2000 سی سی بهش میخورد که بالای 220 اسب بخار بتونه قدرت تولید بکنه. خب همینجوری که می‌بینید یک پیکاپ هست، یک پیکاپ دو کابین، تعلیق جلوش بازوی دو جناقی هست، اما تعلیق عقبش فنر تخته. خب می‌دونید تعلیقایی که فنر تخت هستن قابلیت حمل بار خوبی دارن، قابلیت حمل بار بالایی دارن، اما خیلی کوبش و صدا دارن. الان دیگه مد شده معمولا میبرن کلا سیستم تعلیقش رو عوض می‌کنن و کیت تعلیق روش میندازن. همونجوری که گفتم موتورش 2000 سی سی توربو شارژری که کاش قدرت بیشتری میتونست تولید بکنه، گیربکس 6 سرعته دستی هست، ترمزها هم در جلو و هم در عقب از نوع دیسکیه. خب ببینید با اینکه یک پیکاپ نه چندان معروف چینی هست در خود چین و فروش چندان حالا خارق العاده ای هم نداشت، حتی فروش خیلی هم بد نبوده، خیلی هم ولی عالی نبوده، اما ببینید اومده ترمزها رو دیسکی کار کرده و ظاهر رو ببینید امکانات کاملی روی خود رو گذاشته، دوربینا رو اومده روی خود رو قرار گذاشته، ترمزها در هر دو محور دیسکی هستن و مقایسهش بکنیم با صنعت خودروی خودمون که سالهای سال داریم از نیسان آبی استفاده میکنیم با اون تعلیق در به داغون با اون موتور ضعیف و ترمزهای کاسته ای. خب اینم قسمت محفظه بار KMC T8. مکانیزم باز و بسته شدنش درش خوبه و منم دارم نگاه میکنم اصلا لغ نمیزنه توی ما، این مشکل رو تو وانتا همه پیکاپای داخلی داریم به شدت این لغ میزنه ولی این قرص و محکمه. اما نکته منفی که داره اینه خیلی سنگینه و هیچ جک و هیچ مکانیزمی براش نداشتن که یه مقدار بتونه کنترل شده اینو باز بکنه، یه دفعه ول میشه پایین و اگه دستتون زیرش باشه میتونه آسیبی هم برسونه به دستتون. 840 کیلوگرم قابلیت باربری داره و همونجوری که می‌بینین کفی محفظه بار یا لاینر رو اصطلاحاً نداره. 7-8 میلیون تومان الان پول لاینر، کاش که یه لاینر روی این خودرو حداقل می‌داشتن، چون با این قیمت 1,650,000,000 که داره اگر خط و خش بیفته خسارت زیادی رو دست مالک میذاره. و نکته بعدی اینه که این دوتا گلگیری که زده بیرون، جای گلگیری که زده بیرون، در واقع جای تایری که زده بیرون، یه مقدار بارگیری رو شاید سخت بکنه، اما معمولاً اینو ما این قضیه رو داریم تو همه پیکاپ‌ها. شاسی KMC T8 شاسی مستقل یا شاسی نردبانی یا لدر هست. اکثر پیکاپ هایی که واقعی هستن شاسیشون به همین صورت هست، در واقع به این صورته که موتور، گیربکس و شاسی تولید میشه و فقط اتاق بعدن روش سوار میشه. یعنی شما اگر این اتاق رو بردارین خود رو قابلیت حرکت داره، یکی از معانی شاسی های مستقل هست. و یه نکته هم که وجود داره اینه که این درزی که کلا اینجا می‌بینیم و تو همه پیکاپ ها وجود داره، علتش اینه که اگه خودت تصادف کرده از عقب نیاد بزنه قسمت جلوی کامیون رو هم جمع بکنه و فقط این قسمت لگن عوض بشه. البته که یه درز وقتی نگاه بکنیم با خودروهای مطرح مثل تویوتا هایلوکس، خب قطعا این درز بیشتر هستش. یه گزارشی که ما داشتیم بود که میگفتن این درز، الان من نگاه کردم اینجا اندازش یکی بود، هم این و همون ور اندازش یکی بود، اما یه نکته رو ما تو گزارش هم داشتیم، این که میگفتن بعد از یه مدت کار کردن و بار زدن و فشار آوردن اندازه این درز ممکنه به هم بریزه. داخل کابین KMC T8 هستیم. طراحیش بد نیست برای پیکاپ اما خیلی با کیفیت نداره. من یه مشکل خیلی بزرگ دارم با قربینک فرمون کل ماشینای جک، اصلا فرقی نمیکنه کدوم محصول، یه حالت شکستنی طور، یه حالت ناامنی رو به آدم میده. شاید هم اتفاق اصلا نیفته، شاید هیچ وقتم نشکسته، ولی من نمیدونم چرا اصلا این قربینک رو عوض نمیکنه خود شرکت جک. این همه داره هزینه میکنه رو دیزاین داخل و بیرون خودو، چرا این قربینک رو عوض نمیکنه من نمیدونم. خب کلن داشبورد از پلاستیک خشک عمده جای ساخته شده، از اینجاها فقط یه مقدار نرمه و این تیریمای دکوراتیوی که من اصلا خوشم نمیاد، احساس می‌کنم روزود دچار رنگ پرندگی میشن. همونجوری گفتن 20 امکانات نسبتا کاملی داره برای یک پیکاپ. اینجا مانیتور رو داریم، دوربین دنده عقب رو داره و خب سانروف به رسم خودروهای تجاری سانروف نداره و
این صفحه کیلومتری که گرافیکش بد نیست، یه زن کوچیکه. در کل میتونم بگم که قیمتش الان 1,650,000,000 تومانه و مثلا یه خودروی مثل KMC X5 خود همین کرمان موتور خیلی کیفیت بالاتری داره داخل داشبوردش از این. در مورد آفرود رفتن با این خودرو، خب گیرباکس همونجوری که ببینید 6 سرعته دستیه. یه سری از گزارشا که به خود ما خیلی زیاد رسیده اینه که صفحه دیسک و صفحه کلاج این ماشین تو کیلومترهای پایین میسوزه، یعنی خیلی زود مثلا 3-4000 کیلومتر میسوزه. داستان اینه که این ماشین ماشین فشار، یعنی همینجوری حالت استانداردش ماشین فشار آوردن نیست توی آفرود و باید برین تجهیزات روش اضافه بکنی و من دارم جمع میزنم، من آفرودر نیستم ولی خودم دارم حساب می‌کنم، می‌دونم اگر من بخوام این ماشین رو بخرم و کلی هم تجهیزات روش نصب بکنم، شاید مثلا به این فکر بکنم که برم مثلا یه دونه تویوتا هایلوکس قدیمی بخرم. اما خب به هر حال خیلی هم شاید دوست دارم ماشینشون صرف باشه، تحت پوشش گارانتی باشه، یا حالا تو شهرم ازش استفاده بکنن، ظاهر شیکی داشته باشه و خب علاوه طراحی داخلی و طراحی بیرونی ظاهر شیکی داره. هرچند که وقتی بیرونش رو می‌بینین و داخلش سوار می‌شین انتظار یه طراحی قشنگ‌تر رو دارین، ولی خب می‌بینین که یه طراحی خیلی ساده داره. و بریم ردیف عقبش رو هم چک بکنیم. خب من عقب KMC T8 نشستم و خیلی فضای بازی نداره، ولی خب نسبت به خیلی از پیکاپ‌های دو کابینی که می‌دونیم پیکاپ‌های دو کابین کلا به خاطر اینکه خیلی محفظه بار خود کاربری ترشه، ردیف عقبشون تنگ می‌سازن برای اون خودروی کار و خودروی تجاری است. این خودرو هم از اون مستثنا است، اما خیلی هم واقعا وحشتناک و فاجعه نیست. ردیف عقب خودرو قابل قبول برای کلاس خودش و کیفیتش هم دقیقا مثل جلوی، کیفیت خیلی معمولی و حتی ضعیفتر از سهول XTX یا KMC X5. من الان توی این ماشینای کرمان موتور که نگاه کردم به ترتیب بخوام کیفیت داخل و کیفیت کلا مونتاژ رو بگم، اولیش همون KMC X5 که واقعا انتظار داشتم ضعیف‌تر باشه ولی کیفیت خوبی داشت، هم داخلش هم بیرونش هم مونتاژش. بعد از اون KMC J7 و آخر از همه میشه این. حالا شاید هم به خاطر اون ذات تجاری بودن خودرو باشه. یه داستانی وجود داره در مورد این پیکاپ ها. ببینید شاید من بخوام یه خودروی پیکاپ بخرم، اهل مثلا آفرود رفتن باشم، بخوام شاسی بلند هم سوار شم و بخوام مهمونی هم باهاش برم، خب با یه تایگر قدیمی نمیشه همه این کارا رو با هم انجام داد، با این خودرو هم نمیشه همه این کارا رو با هم انجام داد، یعنی اصلا هیچ حد بینی متاسفانه گزینه بینی وسط وجود نداره. ولی خب جدیدا خیلی مد شده که میرن با این خودرو کیت تعلیقش رو عوض میکنن، موتورش رو تقویت میکنن و اما اقسام و تجهیزات روش نصب میکنن و آفرود میرن. هنوز ما نمیدونیم توی آفرود برای خودرو چه اتفاقی میفته.